شما اینجا؟ چمدون بدین من خودتونم سوار شید براتون توضیح میدم. دیشب القیس خانم به من تلفن کرد، گفتم بیا بلکه کمک حالی باشم برای کمک کردن به شما. از خودش گو؟ نمیدونم، هنوز نیومده. بعید نیست موقعی بیرون اومدن واسهش مشکل پیش اومده باشه. منتظرش میشیم تا بیاد. نه میترسم آقا هاشم، اگه شوهرم بیدار بشه ببینه من نیستم حتما میفرسته دنبالم، اون وقت تمام رشته هایی که منو به القیس رشتیم پنبه میشه. بریم زودتر. خیلی خوب، پس الان حساب میریم یه جایی که فعلا شما خطر دور باشین، منم پیگیر باشم ببینم کجا. چرا نیومده؟ باشه زنگ بزنم آمبولانس اسرت. فایده نداره، تموم کرد. بچه خانم چی شده؟ اینکه بدبخت شدیم هم قیز خانم. چه کاری بود کرده سهری من رو بیدارم؟ سهر صبحی خانم نامردمش چی کار کنم؟ هی قر میزنی مادر؟ من سن تو بودم با آب یخ زده خوست رخ میشستم. خب حالا اینو من چی کارش کنم؟ خیلی خب ببیزه تو سر من چی کارش کنی؟ این خنزر پنزرار که گذاشتی اونجا خوبه، اینم یه آبی بزن همونجا بهش تمیزش کن تا بدیم آقا اسخری ببره بازار کهنه فروشا بفروشه، بلکم یه دوزار درشی دست آباتو بگیره. یادش بخیر بچه‌م فرهاد کلاس ششم که بود با همین دوچرخه از پامنار رکاب میزد تا چارا گلبندک که بره مدرسه. او خانم جون همچین میگین از پامنار تا گلبندک انگار چقدر راهه؟ راهی نیست که خانم جون. با بیچاره آقا اسخری هر روز پای پیاده از دروازه غار میکوبه میره تا میدون حسن آباد. بمیرم واسش. گناه داره دیگه. من میگم اصلا اینو نفروشیم خانم جون، بدیم به آقا اسخری، انقدر پیاده نره بیاد خسته میشه بیچاره. چطوره یه طبقه هم بذاریم پشت دوچرخه حلوای ماما جیم جیم بفروشه آقا؟ بد فکری هم نیست خانم جون، یه کمک خرجی هم میشه خب واسه ما. فای 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 نیم وجبی عجب روی هم داره، سنگ پا قزوینه. خانم جون یه چیزی بگم، قول میدی به آقا جون نگی؟ چی شده؟ چی میخوای بگی؟ خانم جون من
من خودم هم بلدم دوچرخه سواری کنم. خدا مرگم بده، گوش شیطون کربلا به دور، نکنه این اسخری در به در یادت داده. نه بابا خانم جون، شما هم هرچی میشه میگین اسخری یادت داده. همین یکی دو سال پیش داداش فرهاد هم یادم داد. همین نگاه کن خودم چقدر خوب بلدم برم. مرگم بده، پایین بگیرم چه در همسایه بشه یا خود بخارم بشه. چجوری هم داره تند و تام میره؟ بگم 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 خیلی کیف میده، تو رو خدا بیا تو هم سوار شو. خانم جون بیام سوار شم بشه، تو رو خدا بیام تو رو ببینه جوره میخواد جوره سوار شو. مادر آخه جون من گذشته من جوون بودم درشکه سوار میشه. خانم جون کسی نیم. خب مادر خیلی خوب، خودم بلدم، فقط به آقاد نگی مادر رو نشستی. زن داره عرضی خانم مهمون داری. خوش آمدید. سلام علیکم. سلام خانم. ایشون سرای خانم هستن، یه چند مدتی اینجا مهمون ما میمونه. خوش اومدیم. قدم رو چشم. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم مراهمی بفرمایید. تو رو خدا بچه با باقی این از من بگیر. بله ایشون هم تا تو رو بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خوش اومدیم. از سایه میام خدمتتون. بفرمایید. خواهش میکنم. هاشم خان کجا بودی کلی سهری؟ دلم هزار رو جلو میرم. ای خانم کیه؟ بفرمایید. خوش اومدی. من دوستای قدیمی بلقیس خانم. یکی رو گرفتاری تو کارش پیش اومد. حالا ماجرا داره میگم واسه. اجالتا یه صابونه ناشتا واسش بده کن برو. خوبه دیگه. بنده شدم دد مطبخی این خونه، اینجام شده کاروان سرای نسوان. هر دم از این باغ بری میرسد، شازده تر از شازده تری میرسد. من نمیدونم چه حکمتیه که از وقتی ما به پیسه خوردیم هم تو گور و گور مهمون میاد. یه چهار تا خنزر نزر گذاشتم که بفروشم. میسرا جانم آقا جان. یه بابا بله آقا جان. زنگ بزن خونه بزرگ آقا سراغ بلقیس خانمو بگی، بگو رفیق دوران مدرسه‌اش هستی. وقتی مطمئن شدی خودشه، بگو نگران نباش، سرحی خانم هم اینجاست. برو بابا. فقط آقا جون دفعه پیش که زنگ زدم گفتم اسمم زیوره، این دفعه چی بگم؟ چه میدونم، مهوش پریوش. برو آقا جون. مهوش پریوش که زشته، طاهره قشنگتر نیست؟ هرچی طاهره. برو بابا برو. دیوان سالار، من که میدونم تو زن احمق من از راه به در کردی. بگو بیاد یا خودم میام. شرعیا بهش بگو وقتی من روی سگم بالا بیاد چه زهاک باردوشی میشم. یلا نمیای؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خودمون میام. آواز بلند تو شهر ویرو میخونی یا سگ گازت گرفته؟ تو خفش و بادم جون دلمه، بگو اربابت بیاد یه اونم میبر بره جادوش. فیتیله رو بکش پایین آقا شاپور. بانو بلقیس خاتون یکی دو ساعت پیش به رحمت خدا رفتن. حالا اگه دلتون میخواد برای عرض تسلیت میتونیم تشریف بیاریم داخل. هرچی میگیرم بوق اشغال میخوره آقا جون. یه
چای دیگه براتون بریزم؟ نه خیلی تازه دارم، من خیلی خوردم. دست شما درد نکنه. غیر از برکتش قابل نداره به خدا، خونه خودت. الو سلام بتول خانم، خوب هستین؟ نه شهرزاد رفته بیمارستان. باشه باشه، چشم بهش میگم. خیلی ممنون. بله چشم، اینم به آقا جونم میگم. چی گفت بتول خانم؟ گفت به شهرزاد بگم امیدو یه چند روزی میبره خونه پروین خانم. شهرزاد عروسمه، دکتره، دکتر حاذقی هم هست. خب مادر که ناراحتی نداره قربونه، چون که اوضاع اون خونه به هم ریخته. یعنی چی؟ چون که چی مادر؟ حرف بزن. بلقیس خانم. خب بلقیس خانم چی؟ سحری مثل این که ها؟ فوت کرده. باورم نمیشه بلقیس که دیشب حالش خیلی خیلی خوب، خیلی خوب بود. یعنی امروز صبح که نیوم سوره مرگم بودو مادرم پارچه لیوانو بردار ببینم. بودو برو بودو برم. چی کار دارم میکنم مادر؟ میخوام برم بفروشمش. بیا اینو بندازه تو همش بزن آب طلا بدیم بخوره این ترسیده قبضی خدای نکرده. سلام یا خانم بخورم بمیرم الهی. چی شده؟ ماما ماما Thank you.
شهرزاد خونه من از نیمده. نه آقا، اگه اومد به من خبر بده. جسارتم فکر نمی کنم دیگه بیان. مهمونو کم کم دارن آماده رفتن میشن. حتی خانواده آقا هاشم آقا جمشید هم نیمدن، فقط دامادشون اینجاست. بطول با ماشین بفرست بره کبیر بردر بیاره. میخوای بذاریمش برو با قرارمون هفته یه روز بوده، الان شده 4 روز. بفرست بیارتش. باش. درد اصلا اینجا شروع میشه، وقتی که همه قیافه های عزادارشون رو برمیدارن و تک تک میره. درد شما هم درد تنهاییه جناب دیوان سالار. به جهنم درست همین موقع است که آتیشش تون میشه. میدونید من و شما الان مثل همیم، هم دردیم. هر دوتامون تو یه روز یکی از مهمترین آدم های زندگیمون رو دست دادیم. شما مرحوم عمتون و منم زنم. بله چه میشه کرد؟ شاید بهتر باشه هر کدوممون تو جهنم تنهاییمون بسوزیم و بسوزیم. سلام خانم. خوب هستی؟ سلام علیکم. ببخشید خانم جون، طور خود مجبور شدم بیام بچه رو ببرم. اشکال نداره، جون تو و جونم میدم. چهار چشمی مراقبش باش، خودم از خجالتت در اختیار داری. از شما به بنده خیلی رسیده. خدا شما و شوهرتون یه جوری حفظ کنه از شر اشرار این دور زمان. با اجازتون خدافظ. خدافظ. امیر بایی شهرزاد مادر، بیا بریم تو، هوا سرد، سرما میخوریم. چشمی اولم همه را بیاد. هن راهی نشده دلتنگ شدی؟ چی کار کنم؟ یا باید دلتنگ اون باشم یا دل نگران تو. من که سرسپرده نگاه تو هم شهرزاد خانم. ولی ملک مرگ که این روزا بالا سر اون عمارت نفرین شده و همه ما داره میگرده، این حرف حالیش نیست فرهاد. از یه طرف همش نگرانم آدمای قباد یه بلای سرت نگران نباش، اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از یه طرف هم میترسم این سیاسی بازی های پنهون تو بالاخره یه کاری بده دستمون. حالا تو برو زودتر حاضر شو بریم خونه خودمون. سرای خانم گفته ذکر خیلی تو از اون خدا بیامرز بلقیس خانم شنیده، میخواد چند کلم با هم صحبت شم. بیچاره، میشه کاری براش کرد؟ حالا چی بگم، فکر کنم آقا جونم بیرای براش پیدا کنه. فرهاد جونم، حالا کی میخواد خبر مرگ بلقیس رو به شیرین بیچاره بده؟
خانم، شیرین خانم، بیدار شو عزیزم، بیدار شو، برات غذای مورد علاقت رو آوردم و چند تا قرص که دکتر تجویز کرده. خواب عمه بلقیسم رو میدیدم، خیلی دلم براش تنگ شده. میشه بهش خبر بدین بیاد پیشم؟ چشم، حتما با دکتر هماهنگ میکنم. بانو بلقیس خاتون دیوان سالار زن بزرگوار مهربونی بود، همه دوستش داشتن، دشمن نداشت. اما گویا این اواخر خیلی با همدیگه مثل این که آبتون توی جوت نمیرفته. اینا نوکر کلفت هایی که صدای دعواتون رو شنیدن گفتن. یه اختلاف نظرهای سر موضوعاتی با هم داشتیم. ولی چی میخوای بگی؟ داری منو به قتل عمم متهم میکنی؟ برای مأمور قانون همه مظنونین حکم قاتل رو دارن، مگر اینکه خلافش ثابت شه. وقت ملاقاتتون تمام شد آقا. بشین آقا. کسی که ریگی به کفشش نداره اینجوری سیخ سیخ خونکش نمیگیره. میگیره؟ حالا بلند از اول توی این گوشم بگو واسه چی با اون مرحوم عین سگ و گربه بودین؟ در کدوم تبیله رو باز کردن تو هول خوردی تو دانشگاه افسری مرد که جلوم بره؟ درست صحبت کن. پوفیوز بیاد این مواجه بگیره یه عروسه لابا شنجو جمع کنه ببره. اولا آقایی که شما باشین، من درس کردم که یه نمه گوشم سنگینه، نیازی نیست اینجوری عربده بزنید. دو یا من سرهنگ تیموری موافق بنده نیستش که بخواد روی این پرونده نظر بده. سه یا من ما ماموری ما معذور، بالاخره این پرونده قتل رو ما باید پیگیر باشیم یا نه؟ بعد میگم دارومی. خیر قربان. خلاصش که چند تا پرس پاسخ و ختم خلاص. اونا فقط به خاطر اینکه ما علت واقعی قتل مرحومه عمتون رو بدونیم. مگه شما همین رو نمیخواین؟ زودتر شر رو بکن. از آجان جماعت هیچ خوشم نمیاد. خبر دارم. با امثال شاپور بهبودی جمعتون طلا و بقیه خلا. خب بالاخره میخواین بگین که موضوع جر و بحثتون با مرحومه عم خانومتون سر چی بوده؟ سر یه سری امورات شخصی خانوادگی که به هیچ احدی بیرون از این خونه هیچ ربطی نداره. آه، این شد بالاخره حرف حساب. من اینا دارم این. بله هرچی شما بفرمایید قربان. اینو یادداشت کن. بله. هر که جلسه بازجویی. بله. سلام، چی شد؟ پیدا شد دیگه؟ روی چاکرتون سیاه. نه آقا، هر جای این شهر سگسارونو بگیری سرک کشیدیم آقا. انگار جسارتن خانم علب شدن رفتن تو دهن بوزی آقا. چرا صدات مثل دلکای همون زن نشدن؟ از بس خوصی شما رو میخوریم آقا. از اون قصه خروز خون میشینیم، از این زهر ماری میخوریم، قصه شما رو میخوریم آقا. این شبیه کیه؟ نمیدونم آقا. نگاه کن شبیه کیه. خب بیا جلو دیگه نگاه کن. شبیه شما سو؟ شبیه منه. نه؟ شبیه منه؟ اشتباه کردم آقا. نه شبیه شما. این خود منم، این منم، این منم. دروغ گو، کسافت، برو گم شو، همه تو دروغ گوین، چاپلوسی، مملکت اینجوریه. نباید این کارو با من میکردی سنه یا نباید این کارو
خیلی با من خوش رفتار بودن، خدا رحمتشون کنه. هیچ وقت خودم رو نمیبخشم. چرا دقیقا همون شب من باید بیرون امارت باشم؟ اگه بودم چرا میتونستم کاری کنم؟ مثلا چی کار میخواستی بکنی؟ تو که اتاق دیگه بره دیگه است. نمیدونم آقا، فکر و خیال دیگه، آدم به خودش فکر و خیال. حالا همینجوری بدون مقدمه یهو بگو قاتل بلقیس دیوان سالار کی بوده؟ قاتل بلقیس دیوان سالار کی بوده؟ فکر نکن، سری بگو، فکر داری میکنی، بگو. مگه پاشو لیز نخورده؟ شاید. شاید هم لیزش دادن. چیزها شما بهتر میتونه. جا تنها نشستین، بیاین ببینین دستپخت عروستون چطوره، چنگی به دل میزنه یا نه. دست در نکنه، به مرضیه بگو یه سری به سرای خانم بزنن، کم و کسری چیزی نداشته باشه. آقا جون اینقدر نریزین تو خودتون، به خدا مریض میشین. دردم رو به چاه بگم، چاه میخشک. به من بگین، همه دارن میبینن پریشون حالیه، شما رو به خیالشون بازم دلتنگ بزرگ آقا شدین. شما هم که یه جوری رفتار میکنین که اصلا انگار نه انگار. چی بگم، دلم شده کوره آهنگری. کوره که کوره را نمی سوزونه. هر دلی که جای زخمه عشق قدیمی روش باشه کوره است تا آخر عمر. من یه جورایی داشتم درد شما رو. تو چقدر از من می دونی که فکر می کنی دردت با من یکیه؟ اونقدی که به دلم افتاده اون قرص قمری که به فرهاد گفته بودین از دنیا رفته، نرفته بوده، تازه رفت. من به کسی دروغ نگفتم. قرص قمر همون موقع واسه من مرد. از وقتی که به من پشت کرد بی خدا حافظی گذاشت و رفت. به خودم گفتم هاشم اگه نکشی خیالشو، خاطرات و حسرتش تو رو میکشه. کشتمش. مرزیم به قدری هم نفسم بود که پاری اوقات اصلا فراموش میکردم قرص قمریم بوده، تا اینکه برگشت. بگو نبش قبر، بگو مرده که زنده شد، که کاش که بر نمیگشت. این آشه چه بوی خوبی داره. میدونی هر روز عشق اینه و جنگ میمونه، شروع کردنش آسونه، تموم کردنش سخته، فراموش کردنش محال. تو بگو عروس، تو که درس دکتری خوندی، این چه زخمی زخمه عشق که عمری هم ازش بگذره باز تازه میمونه. عفونی میشه، میخشکه، میفته، اما باز دوباره سر باز میکنه. بگو تو کتابای شما مرهمی واسه این درد نیست؟ نه نیست. هیچ بارونی نمیتونه بشوره رد پاشو از رو دل آدم.
ببخشید اگه کمکی نکردم. همینقدر نمیدونم چه آبی بود که ریختی رو کوره دلم روز. این که آدم بدونه یه نفر هست که میفهمه خودش خیلیه. فقط یه چیزی. بله چشم، میدونم این یه راز فقط بین من و شما. میدونیم آسمون که به زمین بیاد نمیخوام مرزی خیال کنه زیر پای ساسته، چون نیست. بله فکر کن الان من بلقیس دیوان سالارم، گرفتم واسه خودم تخت خوابیدم، یهو وسط خوابم یه کابوس میبینم از خواب بلند میشم، میگم وای خدایا این چه خوابی بود من دیدم، دلم یه هوای تازه میخواد. وقتی دلت هوای تازه میخواد میری سمت تراس که هوای تازه بخوری، ولی همین جوری که داری میری پات میلغزه، یهو با کله میخوری وسط حیات و بلیت سر راست اون دنیا. آره خودش قربان. نه اصلا خودش نیست. کسی که از خواب بلند میشه بره تراسی هوایی بخوره هیچ وقت لباس بیرون تنش نمیکنه. صبح که کارامو کردم یواش میام خودم آماده میکنم، هیچکی نباید منو ببینه. کجا داری میگی؟ حواسم بهت هست. من که ترسیدم برای اینکه کمک بگیرم میدوام میرم سمت تراس. اینجا با هم گلاویز میشیم، گلاویز میشیم تا اینکه تو منو پرد. همینه، شما نابغه دهرید قربان. نه اولا اینکه آثار ضرب و جر رو تن مقتول نیست، دوما من چرا تو اتاق باید جلوشو بگیره، چرا همون پایین جلوشو نگیره، سوم من اصلا چرا باید جلوشو بگیره. کمک. کجا فرار میکنی لعنتی؟ خواهش میکنم بلم بیا ببینم. خواهش میکنم بلم کن. خواهش میکنم چون مادرت بلم کن. الان واسه چی منو ول کردی؟ قربان قسم جون مادرمو خورد. خب دیگه قسم جون مادرش اثر داشت که الان نمرده بود که. ولم کن. بیا ببینم. ول کن. آخه. بله. قاتل آشنا بوده، غریبه نبوده. چطور مگه قربان؟ چطور مگه نداره که؟ نگاه کن اگه غریبه بود که سگان آشنایی خورده بودنش. معاینات پزشکی قانونی حاکی از اینه که قتل دمدمای صبح رخ داده. تو اون شب کجا بودی؟ راستش آخر شب زدم بیرون تا کله سر، برگشتم انقدر خورده بودم که نفهمیدم که خوابم برد. بیدار که شدم دیدم کار از کار گذشته، همه نگهبان هم شاهده. خب پس تو اگه قاتل نیستی کی قاتله؟ جسارته، ممکنه اصلا قتلی تو کار نباشه. توی یکی این تعقیب کردن ها بعد از احضار ایشون به شهربانی، شستم با خبر شد که عمه بلقیس با یه طبیبی پنهونی وعده‌های هفتگی داشتن. یعنی چی؟ یعنی خواهر بزرگ آقا با اون طبیبه؟ نه چرا دیگه همینا گفتی؟ نه اشتباه متوجه شدین، من منظورم مرض و درده. گفتم شاید ایشون کسارتی داشته و شربت، من نمیدونم کسارتشون چی بوده، ولی آدم سالم که هر هفته نمیره سراغ طبیب. میره؟ نمیره. میره دارومی؟ بله قربان. نمیره؟ نه خیر قربان. بده یادداشت کن آدرس طبیبو. بله خط خودش. چرا تعقیب میکردی؟ دست شما درد نکنم. آقابات شک کرده بودن عمهشون از شیرین خانم ممکنه رد و نشونی داشته باشه. حالا رد و نشونی هم پیدا کردیم؟ نه متاسفانه. شما چطور؟ بله سرکار خانم دیوان سالا مریض من بودن، خدا رحمتشون کنه، ولی اگر این اتفاق نمی افتاد دیر یا زود با عجل ملاقات می کردن. عارضم خدمتون که سرطان ریه نهایتاً 2 یا 3 ماه دیگه فرجه داشتم. نه خودش هم می دونست؟ من چیزی رو از مریض پنهان نمی کنم. بهشون گفته بودم هوای سحری براشون خاصیت داره، بعید نیست کفش و کلا کرده بودن برن هواخوری،
ولی تو یه تصمیم آنی نظرشون برگشته و این اتفاقی که نباید میافتاده افتاده. در میون مریض‌های دم مرگ از این نمونه‌ها کم نبوده. بله. ظاهراً که حق با شماست. دارومی؟ بله قربان. اجالتاً این پرونده مختوم است. هرچی شما دستور بدین قربان. سلام آقا. سلام. بسه کن کجایی؟ تو یه دفعه بیخبر غیبت زد، نگرانت شدم. دلم یه خودی گرفته بود، رفته بودم سر خاک همه. نقلی نیست، میگفتی بچه ها رو دنبالت میفرستادم. خودت که میبینی اوضاع چریخ کش میشه. نمیدونم چرا مدام یادت میره. نه تو از تو خودتره که این تایفه ای، نه بلقیس دیوان سالار همه ای واقعیته. هیچ کدوم از اینایی که میگی باعث نمیشه که اگه قاتلشو گیر بیارم نکنمش خوراک اون دوتا سگ. البته از طرف شهربانی زن قوی به اینی که به واسطه یه مرض لاعلاج خدا بیامرز خودکشی کرده. غلط کرده کی گفته؟ این همه آیند و روند و آجان و آجان کشی و الدروم پلدرومای اون مرتیکه پاگونچی آخرش باید برسه به این که عمه بلقیس خودکشی کرده. این تخم لخت تو دهن تو باشه نصرت که از بقیه هیچ انتظاری نمیشه داشت. عمه بلقیس خدا بیامرز آدم اینجور زاری زول بازی ها نبود. میخوام از دونه دونه آدم های این امارت یه پرس و جواب درست حسابی بکنی تا توی این داستان در بیاد نصرت. اون محافظه گردن شکستم یه چند ماهی مواجب نمیگیرن. یه گوشمالی درست حسابی هم بهشون میدی که بفهمن اینجا حساب کار دست کیه. باش. خیلی اسباب زحمت شدم. این چند وقت مهمون دو روزه کنگر خورد و لنگر انداخت. حسابش از دستم در رفته بس که موندم اینجا. تو رو خدا این حرفا نزن، ناراحت میشم به خدا. کاش بیشتر پیشمون میموندی، حداقل تو شب عیدی دوره هم بودیم. به صلاح نیست موندنم، شایدم معجزه‌ای بشه و من شب عیدی پیش بچه هم بودم. تو رو خدا اینجوری نگو، نفوس بد نزن. انشالله که میری پیش جیگرگوشهات، مگه نه آقا هاشم؟ انشالله. این راهی که دارم میرم خیلی پر مخاطر است مرزی خانم. اصولا به مرز زمینی اعتباری نیست، اونم وقتی شاپور بهبودی به یادم باشه. دم رفتن این همه حرفای ناامیدی نزنیم. اصلا نگران نباشی سایه خانم، بده معروض طرف خیلی مطمئنه. ایشالله بعد یه هفته که موند اون طرف به سلامتی با تیاره میریم چه بچه هاتون. بفا خدا مرگم بده، یه چیزی واسهت گذاشته بودم یادم رفت. بیارم مرزی خانم کجا؟ الان میام. ایدادی بیداد، من یه معذرت خواهی بهت بدهکارم. چرا؟ بابت اون روزی که به جهت ماینه من اومده بودی خونمون. فراموشش کنی. اون روز مجبور شدم طرف شاپور رو بگیرم تا شر و قائله تازهی درست نکنه. نقدنم اگه تصمیم به ترکش گرفتم برای اینی که دیگه نمیخوام به هیچ اجباری تن بدم. میفهمم حستونو. منم حال تو رو میفهمم. از بلاهایی که تو این مدت به سرت اومدی بی خبر نیستم. راستش انتخاب بین این که پیش مردی که عاشقشی بمونی یا بری پی جگرگوشت اصلا کار آسونی نیست. این وسط شاید تنها چیزی که بتونه کمکت کنه گوش دادن به صدای قلبته. قلب آدم ممکنه پاری وقتا اشتباه کنه، ولی هیچ وقت به صاحبش خیانت نمی کنه. ممنونم. آخه بیا اینم توشه ایراد، یه چند تا کتلت و کوفت و دورمی برگ ماه شجونت. زحمتتون شد. هر که شد زهال ما پرسان، سلام ما را یک به یک به ایشان برسون. داری شعر میگی مرزی خانمو، کس و کار اون کجا بود تو فرنگ که سلام برسون؟ حالا من یه چیزی گفتم آقا هاشم. نه جنبیم دیر میشه، بفرمایید. از طرف من از آقا فرهاد و میترا جونم خدافظی کنید.
خدا به همراهت باشه، انشالله سفرت به خیر و خوشی باشه. بریزم پالتوت هم بپوش که تو راه خیلی سرده. قیس اون وقته وقتی بزرگ آقا میخواست کتکم بزنه عمه دخالت میکرد، نمیذاش. حالا هر دوشون مردن ولی من باز میترسم ازشون کتک بخورم. میتونم آقا، خیلی غم سنگینیه. کاش من میمردم، کاش قلم پام بیشکس از امارت نمیرفتم بیرون، شاید میتونستم کمکی کنم. بر منم خیلی غم بزرگیه. بلقیس خانم خیلی با من مهربون بودن، بعضی وقت منت میذاشتن سرم، بام درد دل میکردن. خیلی نگران شما و شیرین خانم بودن. بیچاره شیرین، همه چقدر دلش میخواستم برگرد. دلم برای شیرین میسوزه. اگه الان اینجا بود با هم برای عمه بلقیس عزا میگرفتیم. فقط اون میفهمی کیو از دست دادی. من اگه میدونستم انقدر حالش بده، انقدر مریض حاله، هیچ وقت باش کلنجار نمیرفتم. هرچی میگفت میگفتم چشم، حتی سر مسائل احمقانه کاری. خدا بیامرز خیلی بدش میامد از این شاپور بهبودی. آقا گفتیم شاپور بهبودی، یاد یه تلفنی افتادم که تصادفی شنفتم از بلقیس خانم آقا هاشم. چی شد؟ نفهمیدم چی شد. گفتی تلفن بین کی؟ بلقیس خانم آقا هاشم. بلقیس و هاشم در باره شاپور بهبودی؟ بله آقا. الان بگم؟ چی میگم؟ چشم. اینا که چیز جدیدی توش نیست. داری گل بازی میکنی سروان. هنوز نتونستی یه مدرک درست و درمون بدی دست ما
که ثابت کنه خاندان دیوان سالار فاسد و قاتله و با باتای خلافکار سر و سری داره. هر روز از بالا فشار روی من بیشتر و بیشتر میشه. تو هم هر روز با یه راپورت بیخاصیت میای اینجا وقت منو میگیری. فوت بلقیس دیوان سالار که شد به دلیل خودکشی. از شیرین دیوان سالارم که هیچ خبری نیست. این متهمی لاغبان که هیچ حرفی نمیزنه. رسوایی قتل اون کلفت هم به کلی فراموش شد. کلش ختم شد به اتهام بزرگاقا مبنی بر اختفای راز قتل. انگار تی لبازی میکنی. جسارت جناب سارنگ، هر کسی این لباسای ما تنش باشه و یه هفتیر گل کمرش، دنبال سند معتبر نمیگرده برای متهم کردن کسی. یه 4 تا سند جعل میکنه هلو، بعدش هم بزرگ آقای مرحوم میشه باعث و بانی همه این قتلا. چطوره؟ راضیم؟ این جوریه که پشت سر تو ابله میگن باهوشی و حواست هست و هیچ پرونده ای رو ناتموم نمیذاری. جدا اینجوری میگن؟ شایعه است جناب سرنگ. شایعه هم که شعور نداره که، شما باور نکنید. برو بیرون و تا یه لقمه دندونگیر برام نیاوردی نمیخوام ببینمت. چشم. ببخشی جناب سرنگ، یه چند وقتی یه چیزی این خوره افتاده توی این مخ معیوب من. قربان ببخشید، جدی به من میخوره که این قاتلای ببو باشم برم توی امارات دیوان سالار و یه ضعیفه پاچه ورمالیدار از اون بالا پرتش کنم پایین و بعد برگردم خونم؟ چطور؟ یا همسایه های من خیلی دهن لقن، یا ماموری که فرستادین اونجا که ببینه شب قتل طرف من خونم بودم یا نبودم خیلی ناشی. دستور از بالا بوده. مقامات شک کرده بودن که بلقیس دیوان سالار قبل مرگش چه شکایتی ازت داشته که فرصت نکرده بگه. باز خدا رو شکر من هر شب این مرغ کرچ میرم سر جام میچپم و یعنی الالعبد مزنون میموندم. این درسی باشه برات که بدونی توی شهربانی خودی و غیر خودی وجود نداره، همه در برابر قانون برابرند. چه جمله قشنگی، یادم باشه یادداشتش کنم. همه در برابر قانون برابرند. مرخصی. پس همه در برابر قانون برابرند. همه در برابر قانون برابرند. همه در برابر قانون برابرند. خب جناب دماوندی بفرمایید. خواهش میکنم. درس و تکلیف و گچ و تخته و هرس و جوش بچه ها عادت کردی؟ کم کم عادت میکنم. راستش من سرکله زدن با این بچه ها رو ترجیح میدم به ندونم کاری بعضی از بزرگترها بیرون این مدرسه. نه خیر، معلومه دل پری داری در دست زمونه. بله، به قول حضرت مولانا که میفرماین زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. اگه منظور شما اون رفیق و رفاقت بازیه قبل کودتا، یه قالی بود تموم شد و رفت. بی دلیل نیست که میگن پهلوان زنده رو عشقه. ملت کم حافظه است آقا، سود فراموش میکنه. تبتون عرقتون میاره. ملت تقصیری ندارن اگر یه دهل سیاست دست پاچه و نسنجیده میخوان کاری بکنن کارستون. زود فراموشی خاصیت آدم حواس پرته. حواس پرتی هم مبتلا به شخصیه که امنیت و آرامش خاطر نداره. وقتی مشکلات جور و جور یه ملتی رو مدام از این پهلو به اون پهلو میکنه، معلومه دوچار زود فراموشی و حواس پرتی میشه. آیه گفتی آقای دماوندی، امان از دست فراموشی. این نوازشگر من کجاست؟ آها، این جونورا تا چوب بالا سرشون نباشه آدم نمیشن. از ظواهر هم پیداست که از بنده و سایر دوستان هم محفلی گله‌مندی جناب دماوندی. نه چطور میگید؟ مدت زیادی که در جلسات شرکت نمی کنید. اشتباه نکنید، یه سری مشکلاتی هست که به قول ادبا مثنوی رو به تأخیر انداخته جناب وزیر. جسارت نباشه، اما امیدوارم که اون فکر و خیالاتی که در آخرین جلسه مطرح کردید
از سر شما و دوستانتون افتاده باشه. کدوم فکر خیال؟ آقا این برات سایه گذاشتم سرد نشه. ممنون. همون حرفایی که در مورد دکتر مصدق میزدید، فراری دادن و بله. راست جناب وزیری، از شما چه پنهون؟ این روزا انقدر اشتغالات جور با جور دارم که اصلا فرصت فکر کردم امور سیاسی رو ندارم. پس این اشتغالات جور با جور شما رو باید به فال نیک گرفت. البته من هم مثل شما امیدوارم که این مملکت یه روزی از شر هر چی آدم مستبده خلاص بشه. صرف نظر از هر اختلاف نظری که داریم، باید بدونید که با 4 تا حرکت پارتیزانی و در کردن 2 تا تیر و ترقه معجزه‌ای رخ نمیده. بنده همونطور که در آخرین جلسه هم خدمتتون عرض کردم، گمان نمی کنم خود دکتر مصدق هم با این قسم ماجراجویی ها موافق باشه. تا وقتی فکر و فرهنگ مردم عوض نشه، این اوضاع حشلف عوض بشون نیست. بله همینطوری که شما میگید، ولی فکر کنم اگه موافق باشین بحث جای دیگه ادامه بدیم. بعضی از این دوستان رو مشکوک شدن میگه ما چی داریم به همین. بله مادر، شما برید بخواه. آبجی اکرم اومده. کی اومده؟ فداش بشم من. سلام آبجیس. خواب نمیبینی بچم خسته است؟ سلام. ببخشی تو رو خودو نمیخواستیم بیدارت کنیم مادر. فدات بشم. کفشتو چه بده؟ آبجی زونم فهمیدم. خوبی؟ این عروسک رو برات آوردم. مادر این لباسا رو بر بچه آوردم. اشرف بیم براش عروسک رو بردم. اشرف مدرسه است مده. تو چرا نرفتی؟ امروز بچه های مدرسه رو بردن سینما. سینما که خیلی خوبه، میرفتی؟ قربونت برم، آخه ما پول سینما مون کجا؟ گفتن اونایی که پول ندارن امروز نیان مدرسه، کلاسشون تعطیله. مادر خب به من میگفتی. اثبات کجاست؟ رفت بودیم مریض خونه. مریض خونه برای چی؟ هم گچه پاشو وا کنیم دیگه مادر. اسمت کجا موندی؟ سلام آبجی. این که هنوز پاش اینجوریه؟ اسمت زلیل مرده، اذیتش نکن، شوخی میکنه بابا. خوب شدم. نکن قربونه برم الهی، دلم برات تنگ شده. الهی که دلت شاد بشه که دل شاده میکرد. نه قربونت برم. اسمت ببین آبجی واسم چی آورده. اکرم ننه چرا سیاه پوشیدی؟ عمه آقابات فوت کرده، اوضای مارد به هم ریخته است. آخه چرا؟ مریض بود، بیشتر از این نمیدونم. ای وای، خدا رحمتش کنه. سلام. سلام علیکم. خانم اکرم بوبوران تشریف دارن؟ شما ببخشید، دارومی هستم، خودشو میشناسم. الان صداش میکنم. اکرم ننه. اکرم. بله ننه. یه آقایی اومده کارت داره، میگه اسمش دارویی. میگه میشناسیش؟ شما برید تو، خودم باشم. سلام. صدفان دارومی هستم، به جا آوردین؟ برو سری حاضرشو، باید بریم جایی. ببخشید کجا؟ سلام جان. سلام.
میشنوم. چیو؟ معطل نکن، تعریف کن. چیزی برای تعریف کردن ندارم. چرا داری؟ ناز نکن، تعریف کن. آخه چیو تعریف کنم؟ خیلی خوب، سری سری آهسته توی این گوشم بهم میگه که واسه چی زدی بلقیس دیوان سالار رو نفله کردی. کی آقا؟ من؟ توی دختر جون، من از تک تک این دیوارا حرف میکشم، چی برسه به توی انجوجک؟ بس بنال. خب چرا باید این کارو بکنم؟ بعد تو تحقیقات مگه نگفتن که خودشونو کشتن؟ بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. این دفعه پرتش کردم، دفعه بعد میکوبم رو صورته تا بفهمی با کی طرفی. بنال. من برای چی باید بلقیس خانم بخواد؟ آخه بلقیس خانم جز خوبی در حق من هیچ کاری نکردن. بعد فوت بزرگ آقا من کارشونو میکردم، ایشونم از من راضی بودن. ببین، من مثل آدم های احمق عصاقورت داده یه دوره برات نیستم ها. به من میگن آبرویز. تو میدونی مشکل چیه؟ اونقدر نقشتو درست انجام دادی که مولا درزش نمیره. درست همون شب نیستی؟ فرداش هم دقیقا همون موقعی میایی که قتل انجام شده و طرف نفله شده. اصلا به خاطر درست بودن نقشته که لو داری میدی خودتو. من دلیلی برای کشتن بلقیس خانم ندارم. چرا؟ داری؟ اگه پرتت میکرد بیرون میخواستی چیکار کنی؟ اونم با یه بچه تو شکمت. بچه؟ کدوم بچه آقا؟ اینا که نمیتونی دیگه کتمان کنی که. اینو یه سوت بزنم سه سوت تتوش در اومده. میفرستم دکتر شهربانی یه معاینت میکنه. اینجور چیزها رو که نمیشه قایم کرد که. ببین، من اونقدر زن حامله تو عمرم دیدم که از یه فرسخی بوشه به دماغ بگیرم. البته سلیقه قواد دیوان سالار بدکم نیست. زنی که فهمیده بود نه؟ من شاهد دارم که اون شب تو بیمارستان بودم. آره؟ گل سر داری؟ گل سر؟ فقط میگی چشم. بده بیاد. برای چی میخوام؟ چقدر شبیه این یکیه که من بعد از قتل بلقیس از اتاقش پیدا کردم. مال توه نه؟ نه که نمیتونی بگی، چون اگه بگی نه میفرستمت شهربانی اثر انگشت و تقش در میاد. اون وقتم دیگه من هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. اصلا به خاطر همین قرار گذاشتم بات اینجا. نصف شب از بیمارستان میزنی بیرون از در پشتی عمارت، اون پشتی هست که منتهی میشه به آشپزخونه، میری بالا کارتو میکنی و خلاص. با یه گل سر نمیتونین منو بفرستین پای چوب پیدار؟ منم نمیخوام همچین کاری بکنم. بس این حرفا واسه چیه؟ میگم برات، فقط قبلش به من بگو ببینم بلقیس دیوان سالار اون وقت صبح چرا لباس بیرون تنش بود؟ کجا داشت میرفت؟ چه میدونم من؟ خره، چرا نمیفهمی؟ اگه بلقیس داشته میرفته با شیرین قرار داشته، یعنی اون دختره خل مشنگ هنوز توی این شهره. اون وقت میتونم دختره رو بگیرم، یه اعتراف مشتی ازش بگیرم بابت خلافکاری های دار و دسته دیوان سالار و نقشی که قباد توی این خلافکاری ها داشته. اون وقت هم قباد رو میندازم تو الفتونی، هم شیرین رو میندازم تو الفتونی. میدونی که شیرین از تو متنفره؟ میدونی که اگه گیرت بیاره تیکه بزرگت گوشته؟ چی به من میگی؟ چی از جون من میخوای؟ اول میگی قصد کردم، بعد انگار نه انگار با هم اختلاط میکنی. وای ماهی سفیدی مثل تو چیکار میکنه؟
اختلاط میکنن دیگه. یعنی نمیخوای بفرستیم دادگاه؟ دادگاه؟ بچه شدی؟ این نازش هست دست خوش داره. ای والله بابا با دیجیزی هم بهت بدن. بس که من از این بلقیس دیوان سالار متنفر بودم. زنی که قرور روی گوش تلخ. برای چی حرف رو داریم به من میزنی؟ دلیل داره. یکیش برای این که باید سمیه تر بشم. من میتونم بهت بگم اکرم جون؟ بس میتونم. ببین اکرم جون، دلیل دوبام اینه که از بچه محافظت کنم. تو چی کارش کنی؟ فرقی میکنه؟ آره خیلی فرق میکنه. یه وقت نری بچه رو سخت کنی یا گناه داره. به فرض محال اگه بچه ای هم باشه، تصمیم نگه داشتن یا نداشتنش با خودم. آره خب دست خودته، ولی بهت گفته باشم اگه بچه رو نگهش نداری، با همین مدرک که دارم سرتو میبرم بالای چوبی دار. اگه دادگاه هم همچین حکمی نده، خود خاندان دیوان سالار تیکه تیکت میکنن. کم کسی رو نکشتی، بلقیس دیوان سالار رو کشتی. چرا؟ چرا اینقدر این بچه برات مهمه؟ چون بچه توه، نه اون مردی که یه قیش قیشوی نازک نارنجی فوفول. چرا نمیفهمی؟ اون بچه از جنس توه، نه از جنس اون. با اون باشه که باید بچه تو سخت کنی بیچاره. فوری و فوتی هم باید سختش کنی. خونه ما بدبخت بیچارهای تو سری خورده شریفتر و جوندارتر از خونه اون شیک پوشای عوضی کسافت شالاتانه. پس سخت کردن بچه رو به کل از ذهنت بریز بیرون. ضمناً از ملاقات امروزمون هیچکی خبردار نمیشه. میتونی بری یه خورده پیاده گز کن، برای زن حامله و بچهش خاصیت داره. اکرم خانم، به وقتش دوباره میبینمت. شد فرام؟ نشد. یعنی وزیریم آقای پاکی ریخ رو دستت؟ قابل پیشبینی بود بعد از اون جلسه‌ای که با هم داشتیم. خودمون باید یک کاری بکنیم، چاره‌ای نیست. آره ولی با کدوم امکانات؟ بس میگه بدون امکانات که نمیشه. بالاخره یه ماشینی، مخفیگاه، اصلاییست. داری توم میرید بچه ها. اگه به صرف داشتن این چی بود چی؟ اگه به صرف داشتن اینجور چیزا میشد دست به اقدام میزد. تا الان تو این مدت کوتاه چند تا شبکیه زیرزمینی حزب توده، چند تا گروه مخفی مذهبی شناسایی منهدم نمیشدن. خب اگه قرار آسه بینیم آسه بیایم گربه شاخمون نزنه. برای چی صفره اون از دوستان نهزتی جدا کردیم؟ ببین سهراب، در این که برای فرار دادن دکتر مصدق از زندان باید به فکر چاره‌ای باشیم که جایی هیچ شک و تردیدی نیست.
اما برای اینکه بتونیم موفق بشیم باید همه جوانب رو در نظر بگیریم. این حرفا به خاطر همینه. گوش کنید بچه‌ها. نقدم پیشنهاد میکنم که آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به محل حبس دکتر مصدق رو هر جوری شده به دست بیاریم تا بعداً تصمیم بگیریم که چه کاری باید بکنیم. امان از دست این جوون جاهلای این دور زمونه. هر کدوم رد شدن یه متلکی گفتن. اصلا حساب سن و سال آدمم نمی‌کنه. مگه نگفته بودم تو خونه بمونید من میام دنبالتون. دیر کردی فرهاد جون، ما فکر کردیم اگه بریم سر کوچه لااقل به محض رسیدنت میتونیم راه بیفتیم. واقعا معذرت میخوام. زمانو گم کرده بودم، ببخشید. اگه اصرار نمی‌کردی که حتما خودت بیای هم از کارت نمی‌موندی، هم که خب ما زودتر میتونستیم بریم. فکر می‌کنم اصرار بی ربطی کرده باشم. حالا خدا کنه پدر امید این تأخیر رو بهونه نکنه نظر بچه رو ببینه. من که با حالت تأخیر معذرت خواهی کردم پروین خانم، اما اگر هزار ساعتم تأخیر کرده باشم فکر نمی کنم به سال بی ربطی باشه که نخوام زنم رو بفرستم به اون خراب شده. این که بچه مریضه بهتر جا به جا نشه شما بیاین اینجا، فکر کنم شما بهتر از من میدونید کلش دروغی که شهرزاد بکشن تو نماره. فرضم که حرف شما صحیح باشه، شما انتظار داری یه مادر نره بچه‌شو ببینه؟ فرمی خانم من همچین چیزی نگفتم. من همیشه منتظر میمونم تا شما برگردیم. آقا فرهاد شما بریم به کارتون برسیم، ما خودمون میام. عرض کرده من اینجا منتظر میمونم فرهاد خانم. بفهمید. بسیار فعلا دیدی شوهر چجوری با من تلخی کرد؟ تقصیر من چیه اوضاع اینجوریه؟ اون موقع که اومدن خواستگاری بعد فکر این روزا رو هم میکردن دیگه. خانم جون کجا تلخی کرد با شما؟ خودتون میدونین چقدر فرهاد شما رو دوست داره. الان هم اگه چیزی باشه بین من و اونه ربطی به شما نداره. ماشاءالله چی تو بگی؟ من هم این روزا اصلا حال روز خوشی ندارم الا همین چند ساعتی که بچه ای تو رو میبینم. فرهاد از این طرف ها. هاشم خان چطوره؟ خوبن؟ ببخشید من شما رو به جا نمیارم. مخلص شما کرم کریم کوچیک. یه چند مدتی میشه تو دم و دستگاه آقا باد مشغول خدمتی. خب خیر باشه انشالله. تیکه میندازی آقا فرهاد داره؟ نه آقا جون چه تیکه ای؟ شما فکر کنم به جای اون سه تا مرحوم اومدیم دیگه، اسد و ذبیح و رجب. خدا رحمتشون کنه. خبرشو داریم که جان فدای دیوان سالارا شدن بندگون خدا. خدا رحمت. دشمنای دیوان سالار دخلشون آوردن. آره خب شما باید بدونید که وقتی برای طایفه مثل دیوان سالار کار میکنید هر دشمنی تا ابد دشمن نیست، میتونه تبدیل به دوست بشه، حتی اگر اون دشمن سه تا از بهترین جون فدایای این فامیل کشته باشه. میگم یه جوری بگیم ما بفهمیم. میخوان خارجکی بگید. داشکرم یه خود خارجکی بلده. آفرین باریکلا. حالا یه خورده وایسین خودتون بیشتر یاد بگیرید. سلام خانم. سلام بچه خانم. سلام ببینم گل پسترم. شنیدین سرما خورده؟
حالا چی بگم خانم جان؟ آقابات دکتر آوردن بالا سرشون، ولی وقتی آقای دکتر رفتن گفتن که بچه نباید هوا به هوا بشه. ولی خدا رو شکر که چیزیش نیست بچه. هر بچه تو آغوش مادرش آروم میگیره و حالش بهتر میشه. سلام عرض کرد. سلام آقا بخسن. سلام. قدم به چشم فرمی خانم، خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. بطول خانم شما اگه میخواییم به کاری دیگه تون برسی. من چشم، من دارم میرم، هر کاری داشته خبرم کنید. باید لازم نیست انقدر معذب باشید پرمین خانم. شرعن هم که بخواین حساب کنید ما محرمیم. پرسیدم که میگم. حس و دل و عقل گاهی سخت‌تر میگیره به بنده خدا تا خود خدا. بله همینطور که میگم. خدا رحمت کنه عمه خانمتونو. متصل سر نمازام هم برای ایشون هم برای بزرگ آقا فاتحه میخونم. این از بزرگواری و خانمی شما. همیشه با خودم فکر میکنم حتی اگه همه دنیا رو میگشتم نمیتونستم مادر خانومی مثل شما پیدا کنم. محبت های مادرانه شما همیشه یادمه. من هر کاری میکنم برای بچه هام میکنم. دقیقا به همین خاطره که دارم میگم. انگار همه خصایص مادری در وجود شما یک جا جمع شد. فداکاری، مهربونی، اینکه تو چم و خم زندگی و بالا پایینش پای بچه هاتون وای میستون و خم به ابروتون نمیاری. حتی اگه لازم باشه از دل خودتون بگذرین. این خصیصه ایه که امید دارم شهرزاد خانم از شما به ارث برده باشه و یه همچین مادری باشه. والا درباره رستورانم و هم من واقعا متاسفم، سوء تفاهمی پیش اومده. وکیل تازه خانوادگی ما یکم کار نابلده. به هر حال هر وقت که بفرمایید من آمادگی دارم که سند رستوران رو به نامتون بزنم تا هر طوری که خودتون صلاح میدونین رفتار کنم. ببینید آقا اصلا نیازی به خاتم بخشی شما نیست. خاتم بخشی نیست، این حق خانواده شماست. دلواپسی من از جای دیگه است برمی خانم. اینکه کسایی بخوان از سادگی شما سوء استفاده کنن و رستورانم مثل خیلی چیزای دیگه قواله بزنم به نام خودشون. با شما عرضی دارم شهرزاد خانم. هرچی هست بگین، همینجا غریبه بین ما نیست. بله همینطوره، ولی یه مورد خصوصیه درباره امید که ترجیح میدم شخصا بهتون بگم. البته با اجازه شما برمیخوام. دیگه زحمتی نیست. اینجا منزل خودتون برمیخوام. خواهش بکنم از خودتون پذیرایی کنم. خواهش بکنم. حالا چرا نمیفرمایید داخل؟ ای بابا خلمشنگ، عیال این آقا تو چند وقت پیش عیال ارباب ما بوده، واسه همین اجازه نداره بره داخل. افتاد؟ افتاد. حالا آقا فراد شما جای برادر ما که بلند شی بیای هفته یه روز خانمو بیاری که آقا رو ببینه. آی ببخشین، منظور کریم پت پت اینه که بچه آقا رو ببینه. آره آره، همین که کرم اوری گفت. خلاصه این که نشد کار مخلصتم. مثل اینکه شما سه تا زبون نفهم زبون آدمیزاد سرتون نمیشه، میاد اینجا که بچه‌شو ببینه. خب چرا نیاد؟ حقشه، مادرشه. اصلا حقشه که همیشه کنار بچه‌ش باشه. اصلا اگه شما کوتاویای آقا فراد، خانم میتونه بیاد از ازل تا ابد هم پیش بچهش بمونه هم پیش پدر بچهش. اینو باش بچهش دو بچهش دو بچهش دو بچهش دو بچهش دو بچهش دو. آقا ماشته اول این ولده بس کنی. آقا خودش شروع کرد. اولا این نبا ایشون درزم، ایشون که داریم باش اینطوری حرف میزنید پسر آقا هاشم دست راست بزرگ آقا، روح بزرگ بزرگ آقا رو با این کارا داریم معذب میکنید. به این رد کارتون بفرمین. آقا ما هم به خاطر هاشم خان زیر سیبیلی رد کردیم. باره بابا ها خودش شروع کرده. سلام آقا فرد. سلام علیکم. آقا فراز من از طرف این زبون نفهم از شما عذر میخوام. عذر رو بعد اون ارباب نامردشون بخواد که مسبب این وضع آقا نصرت. چیزی هست که میخوام حتما ببینی وگرنه اصرار نمیکردم.
در مورد امید. اینجا تا حالا نیومدی. اینجا غمکده منه از بچگی تا حالا. چطوره؟ اینا درباره امید بود؟ نیست. مگه تو مادر امید نیستی؟ مگه من پدرش نیستم؟ چیزی که مربوط به من و تو باشه به اون بچه مربوط نیست. دیوونه شدی؟ این بچه رو بهانه کردی منو بکشونی این بالا این اتاق رو نشونم بدی؟ و اینکه کمک هم بکنه. ازت کمک میخوام شهرزاد، چون من دیگه کم آوردم. مطمئن باش آقابات از این شلمشل و این آوازی ها بیخبره، وگرنه خدا میدونه چه بلایی سر این بیاسر و نصب میاده. ای کاش میتونستم حرفتون رو باور کنم آقا نصرت. ای کاش منم میتونستم به شما حالی بکنم. این واویلا به نفع هیچ کدوممون نیست. چقدر خون و خونواده تقاس باید پس بدن خدا میدونه. البته من نه سر پیازم نه تایی. اینطوری هم نیست آقا نصرت. شما اتفاقا وسط معرکه ای. به قول سبز میدونی ها شفشف میکنی، فقط نمیگی شفتالو. من همینقدر میتونم بگم پسر جون که بیشترین آسیب و اون بچه طفل معصوم میبینه. این تازه اولش آنوم است. هر چقدر که آقا کبیر بزرگتر بشه این مشکل فعلی هم پیچیده تر میشه. پدر بچه هم که این افعی زب خورده میمونه، هر کسی جلوی راش ببینه میخواد نیشش بزنه. حالا دیگه خود دانی این قاپی و این میدون. آقا نصرت شما مثل این که خودت یادت رفت به نوچه ها چی گفتی. من پسر هاشمم، من از افعی نترسم. بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که بری دنبال زندگیت. میبینی که فعلا همه دنیای من شدی تو. چه توقعی؟ اگه داری رو حس ترحم من حساب باز میکنی باید بگم خیلی خیلی اشتباهه، چون درست تأثیر معکوس میذاره. این همه تنفر از طرف تو باور نمیکنم شهرزاد، برام مثل یک کابوسه. چرا واقعا؟ اگه چیکار کردم؟ تنها اشتباه میموده که امضای کوفتی گذاشتم پای اون برگه متارکه، اونم نه به میل خودم، به زور بزرگ آقا. حالا که دیگه همه چی تموم شده، ملک جوانبخت سر هزار تا زن رو برید ولی شهرزاد بالاخره بخشیدش. تو چرا منو نمیبخشی؟ نبخشیدش. داشت با جنون ملک میجنگید، با مرگ خودش میجنگید. مثل من که باید برای دیدن بچه هر روز بیام تو این جهنم. تو بگو من چیکار باید بکنم؟ یه زندگی تازه رو شروع کن. فراموش کن اون یه سال اندی زندگی رو. تو که دیگه جای بزرگ آقا نشستی شدی بزرگ خاندان دیوان سالار، برات کاری نداره پیدا کردن 10 تا بهتر از من. گفتنش برای تو آسونه، تویی که راحت میتونی فراموش کنی، نه من. بلن که تمام فکر و ذکر و دنیا و زندگی بزرگ دیوان سالار شده شهرزاد. صبر کن. خواهش میکنم تنهام بذار، بذار چند دقیقه با بچه‌م آروم بگیرم. Thank you.
چه شبا پنجره رو بستم تا عطر یادت نره از خونه من، چه شبا که یادت بارون شد تا سرازیشه از نگونه من، چه شبا که با خودم جنگیدم بلکه سرنوشتم و عوض کنم. عشق با من متولد شده بود، نمیشد سرشتم و عوض کنم. کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم. عشق من کاش ندیده بودمت تا با تنهایی گلاویز نشم. کاش ای کاش کنارم بودی تا ببینی که چقدر دلتنگم، تا ببینی که دارم به خاطرت با گذشته خودم می‌جنگم. هیچ که اندازه تو شیرین نیست، حتی تو شادترین لحظه ها هیچ که اندازه من غمگین نیست. بغض مثل رود راهی میشه و توی دریای گلو میریزه. بین ما سنگترین دیواره، اما عاقبت فرو میریزه. کاش مهرت به دلم نمی نشست تا که مبتلای پاییز نشم. عشق من کاش ندیده بودمت تا با تنهایی گلاویز نشم. کاش ای کاش کنارم بودی تا ببینی که چقدر دلتنگم، تا ببینی که دارم به خاطرت با گذشته خودم می جنگم.